حالا بریم ببینیم آرگومنت ها چی هست. آرگومنت وقتیه که ما مقدار واقعی رو بهش پاس میدیم، به اون مقدار واقعی میگیم آرگومنت. پس کسی که از بیرون داره از اون استفاده میکنه، در واقع مصرف کننده فانکشن یا کلاس ما آرگومنت پاس میده. مایی که داریم فانکشن رو نوشتیم و توی بدنه اون فانکشن میخوایم ازش استفاده کنیم بهش میگیم پارامتر. امیدوارم اشتباه نکرده باشه. این اینتی که دارید اینجا میبینید اسمش آرگومنت، اینو مطمئنم. این اینتی که اینجا دارید میبینید بهش میگن آرگومنت کلاس نیو لیست. چرا؟ چون دقیق داریم بهش پاس میدیم اینو. یعنی تعریف میکنیم که اون تایپ پارامتری که بالا وجود داشت یه آرگومنت اینت میگیره. اون فانکشنی هم که بالاتر تعریف کردیم، اگه نیازه برم بالاتر دوباره نشونش بدم، که دو تا پارامتر ورودی داشت، حالا ما اون پارامترها رو صدا زدیم. قراردادی هم که کردیم گفتیم هر کی از بیرون یه آبجکتی پاس میده بهش میگه آرگومنت. پس این فرست آرگ و سکند آرگ هم که من اینجا تعریف کردم اسمشون آرگومنته، حتی وقتی هم که به این کلاس پاس داده میشن. یعنی من میتونم توی مکالمه خودم برگردم بگم فانکشن ویت پارامتر که آرگومنت اولش فرست آرگ و آرگومنت دومش سکند آرگ. اما اون کسی که بالاتر فانکشن رو تعریف کرده نمیتونه این جمله رو بگه، اون باید بگه پارامتر اولش فرست، پارامتر دومش سکند. مشخصه که همه خیلی سنگین دارن پیگیری میکنن. بگو عزیزم. پس چرا تو همون جاوا اون فانکشن مینمون خب آرگومنت نوشته؟ آره مخفف آرگومنته، چون داره از دید بیرونی صداش میزنه و خود جاوا اونو کال میکنه. ما داریم داخلش استفاده آره میکنیم. آره اینو قبول دارم. جوابش یه ذره پیچیده و طولانی. ما از جواب داره؟ آره داره. من میشم دمتون گرم. یه سری فانکشن ها هستن، حالا که اومدیم دیدیم آرگومنت و پارامتر رو تعریف کردیم، حالا یه سری فانکشن ها داریم که آوتپوت آرگومنت میگیرن. ما اگه یادتون باشه همه آوتپوت هامون زمانی بودن که یه فانکشن یه چیزی رو ریترن میکرد، میگفتیم آوتپوت این فانکشن ریترن تایپ میشه، خیالمون رو هم راحت. اما مخصوصا تو دنیای اندروید یه عالمه کلاس و متد و فانکشن داریم که چیزی ریترن نمیکنه و خروجی که دارن روشش متفاوته. مثلا این ریورس، این ریورس فانکشن یک فانکشن معمولیه که ریترنش هم یه استرینگه. کسی که از بیرون اینو کال میکنه خروجیشو میتونه بعد از صدا زدن این فانکشن بگیره. اما این append footer رفتار متفاوتی داره. اینجا یه لیست میگیره، به اون لیست یه آبجکت اضافه میکنه و چیزی هم ریترن نمیکنه. کسی که داره از این append footer استفاده میکنه منتظر ریترن تایپش نباید باشه، در واقع همون لیستیه که بهش پاس داده. گوشی مال کی بود؟ گوشو کشت. باشه چشم نمی کنم. باش. این همون فانکشنه، اون append footer بود، این add footerه. این همون فانکشنه، منتها به جایی که روی لیست ورودیش یه operation یا عملیاتی رو انجام بده یه لیست جدید میسازه و اون لیست رو ریترن میکنه. بریم استفادهش هم ببینیم. اینو رام میکنم دیگه خدا وکیلی. توی این اولی اگه ببینید اومدم اد فوتر رو ببخش دست درد نکنم. نمیخوام نه بشی ببخشید لطف کرد. اد فوتر اگه یادتون باشه یه ورودی میگرفت از جنس لیست، یه خروجی میداد از جنس لیست. حالا لیست ما این بالا، من لیست رو بهش دادم، دوتا پارامتر داره هلو پاراگراف. اگه نگاه کنید توی ریترنمون اومده گفته هلو پاراگراف فوتر. این فوتر رو به لیست من اضافه نکرده، یه لیست جدید ساخته برگردونده. اما اون اپن فوتری که بالاتر داشتیم میاد کار خرابی میکنه، لیست رو میگیره، چیزی هم ریترن نمیکنه و لیست منو یه آیتم بهش اضافه میکنه.
به این فانکشنی که داره یه پارامتری میگیره که خروجیش همون پارامتر ورودیه بهش میگن output پارامتر یا output argument، آرگومنتی که شما پاس میدید و در واقع آوتپوتتون هم همین. توی اندروید من یه مثالشو خیلی تو ذهنمه، همون یه دونه رو میزنم، خواستید برید بیشتر بخونید. کلاس دیسپلی من اینجا نوشته بودم، این هاشش. شما وقتی میخواید سایز صفحه اکتیویتی رو یا ویندو منیجر رو بگیرید، یه کلاس دیسپلی از اندروید میگیرید، یه کلاس پوینت یا آبجکت پوینت میسازید، پوینت رو به دیسپلی پاس میدید و یهو عجیم عجی لاترجی دیسپلی شما سایزش مقدار دهی شده. این عجیم عجی لاترجی که گفتم علت داشت، چون باز تو کتاب کلین کد میگه که خواهشن لطفاً این کارو نکنید، یعنی فانکشنی ننویسید که آوتپوت پارامتر داره، یه دونه کلاس بسازید ریترن کنید، هیچ زخمیتون هم نمیکنه. یه به عنوان مثال باز بگم، تجربه شخصیمو بگم، یه دونه از این فانکشن پارامترها یک ساعت و نیم من علاف خودش کرد، چون فکر میکردم چیزی برمیگردونه، با اینکه رفتم دیدم ولی فکر میکردم یه آبجکتی باید بسازه یه جای دیگه تغییر کنه، نمیکرد و داستانی خودش نکنید خواهش. علت اصلیش ریوزیبیلیتیه. وقتی شما میخوای آبجکت جدید نسازی بهش میگی که همون آبجکتی که داری رو به من بده، مخصوصا وقتی اون آبجکت خیلی سنگینه، همون آبجکت رو به من بده، من همون آبجکت رو بهت برمیگردم. اینو نمیدونم، از دوستان اندرو دیولپر بکنم، ما رو نمیگم، اونا که توسعش دادن. اینجوری بخوای بره جلو اکتیویتی کانتکسته. من از شما میپرسم. شاید باورت نشه اپلیکیشن هم کانتکسته. توی جلسات قبلی لاکن یه ارائه خیلی خوب داشتیم راجع به این موضوع توضیح داده شد، من خیلی سریع از روش رد میشم. یه چیزی داریم به نام کانسیومر و پرودوسر که حالا به فانکشن ها مخصوصا خیلی منتسب میشن. کانسیومر لغت فارسیش میشه مصرف کننده، پرودوسر میشه تولید کننده. حالا ببینید توی دنیای کاتلین به چی میگن کانسیومر و به چه فانکشنی میگن پرودوسر. خیلی سریع یه کلاس دارم که یه فانکشن داره به نام this is a consumer function. یعنی چی؟ یعنی این فانکشن this is a consumer function نیم رو کانسیوم میکنه، مصرفش میکنه، میگیرتش و پرودیوسی که انجام میده یه لیست، یه فانکشن دیگه داره که پرودیوسش لیستی از جنس استرینگه. یعنی در واقع به ریترن تایپ یه فانکشن توی کلاس میگن پرودیوسر و به همون فانکشن اگه ورودی داشته باشه بهش میگن کانسیومر. بر همین اساس اومدن دو تا مفهوم خیلی سخت جاوا رو که علامت سوال extend بلا 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 تبدیلش کردن به اینو اوت. اینو اینو اوت از جای عجیب غریبی نیومده، از دنیای سی شارپ اومده. جاهایی که شما میخواین یه ورودی رو بگیرید توی فانکشن، یعنی این دارید میکنید، کانسیوم میکنید، جنریکتون رو از جنس این تعریف کنید. باز میگم اینا همه توضیح داده شده که چرا اینه چرا اوت، برید ببینید قبلی رو، من فقط از روش رد میشم، فقط توضیح اضافه تر. و جایی که اگه میدونید میخواد فانکشنتون ریترن کنه یه مقداری رو، جنریکش رو از جنس اوت تعریف کنید. تموم شد. مثال یا آها چرا مثال داشتم، یه مثال هم بزنیم که تو خود کلاس های کاتلین بعداً اگه خواستید بتونید ببینیدش. کلاس دومی بود؟ آره اینم نهی بود کلاسی که من میخواستم. خب بذارید اینو از این میتونم بهش برسم. اینم
وای دارم بهش میرسم. رسیدم. موفق شدم. کلاس لیست اگه نگاه کنید، لیست خب اد داره، گت داره، جفتشو داره. اما اومده بر چون شما از یه دونه از این یا اوت میتونید استفاده کنید. چون لیستو به چشم پرودیوسر در واقع نگاه کرده، اومده گفته که جنریک لیست از جنس اوته. یعنی فانکشناشو به چشم یه دونه پرودیوسر نگاه کرده. حالا خب یه سری فانکشن هم داریم به نام اد. اونا رو چیکار کرده؟ برای اد شما مجبورید اگر بخواید برعکس استفادهش کنید، یه انوتیشنه که اون انوتیشن کاتلین رو باید بذارید بالاش. یعنی در واقع اون وارنینگی که میده رو باید ساپرسش کنید. این مجبور میشید به این کار. خیلی توضیحات مفیدی بود. بحث جذاب استاتیک فانکشن ها. یکی از مشکلاتی که کسایی که از دنیای جاوا میان توی کاتلین، از جمله خودم، اینه که یه عالمه یوتیل تعریف میکردیم، یه عالمه استاتیک کلاس و پرایوت کانستراکتور رو بریم امید خدا. اما چیزی به نام استاتیک توی کاتلین وجود نداره و بعضی هم به اشتباه میگن که خب اینجوری به نمیست استاتیک میشه. نه، استاتیک نمیشه، اینا اسم دارن و اسماشون هم متفاوته و کارهایشون هم متفاوته. حالا اصطلاحاً بهشون میگیم این فانکشن هایی که حالا توی یه ذره اسکرول پایین تر میبینی، بهشون میگیم اینا نزدیکترین چیزیه که ما به استاتیک جاوا دریافت میکنیم. حتی بعضیاش وقتی کامپایل میشن روی جی وی ام همون استاتیک جاوا رو تولید میکنن. اما ما داریم تو دنیای کاتلین کد میزنیم، پس باید با قوانین کاتلین هم آشنا باشیم. اولین نوع تایپی که میشه تعریف کرده وجود داره یا اصطلاحاً ایدیوماتیک ترین روشی که برای تعریف یه فانکشن وجود داره که نیازی به آبجکت اون به کلاس یا آبجکت نداشته باشه، پکیج لول فانکشن ها هستن. ما تا الان هر چی فانکشن تعریف می‌کردیم پکیج لول بود. پکیج لول یعنی چی؟ یعنی فانکشنی که تو بدنه یه کلاس تعریف نمیشه و توی همون فایلی که ما ساختیم میایم یه فانکشن تعریف می‌کنیم. به اون فانکشن میگن پکیج لول فانکشن. بخوام از دنیای زیر کاتلین بهتون بگم، این فانکشن ها نزدیکترین چیزی هستند که به استاتیک های جاوا وجود دارن. یعنی در واقع اون زیر رو برید نگاه کنید یا تبدیلش کنید به کد جاوا، میبینید که در واقع استاتیک فانکشن استاتیک متد داره درست میکنه. یه روش دیگه ساختن فانکشن هایی که باز بدون نیاز به ساختن یه آبجکت وجود داره، خود کانستراکت آبجکت هستش. شما پشت یه دونه کلاس به جای کلاسش اگه بنویسید آبجکت، کاتلین فانکشن های داخل اونو مثل استاتیک به شما میده. یعنی بدون اینکه نیاز باشه شما از سینگل آبجکت یه دونه بسازید، میتونید فانکشن اینساید آبجکت رو صدا بزنید. اما این یه ذره گول زنکه. چرا ما میتونیم این کارو بکنیم؟ واقعا این استاتیکه، پس اینکه خیلی نزدیک به جاواست. اینم استاتیک نیست. باز اگه کد جاوایشو ببینید، کاتلین داره اون زیر از کلاس سینگل آبجکت یه دونه اینستنس درست میکنه و شما وقتی میاید متدهای روش رو صدا میزنید، در واقع دارید روی اون آبجکت فراخوانی میکنید، نه مستقیم روی بدنه کلاس، ساختار کلاس. پس این هم میبینیم که استاتیک جاوا نیست در واقع. بهتر. این پرایویتی که تعریف میکنید، من نمی جاوا خودش میره در واقع یه دونه آبجکت میسازه، مگه پرایویت نیستش؟ اکسس مودیفایر اصلا اینجا کارایش چیه؟ من اینا که گذاشتم به خاطر اینکه توی بگم اسلاید پکیج های دیگه، فایل های دیگه هم به مشکل نخورم. اصلا پرایویت لزومی نداشت، میتونم بردارم. به مودیفایر هم نگاه نکنید، خوبه. کلا خلالی ایجاد میکنه این تو ساختن؟ ببین چرا، طبیعتا ایجاد میکنه. چون وقتی پرایویت تعریف میکنی فقط تو اون پکیج قابل استفاده است و توی جای دیگه نمیتونی استفادهش کنی. بای دیفالت هم همه چیزهای فانکشن کاتلین همشون پابلیکه و البته فاینال و نمیتونید اکسترنش کنید. یه سوال دیگه داشتم. تو اون قسمتی که پکیج لول فانکشن تعریف کردین، این اون ملاحظات حالا مموری لیک و این داستانه که تو استاتیک جاوا بود، این همینو داره؟ طبیعتاً داره. یعنی فرقی نمی. ببین پکیج لول همه جا شما میتونی بهش دسترسی داشته باشی. در سطح پکیجته. و تا وقتی که شما محدودش نکنی، خودت محدودش نکنی، هر کسی که دلش بخواد میتونه اونو صداش بزنه. یا هر کسی که دلش بخواد میتونه به اون یه دونه وریبل یه چیزی اسائن کنه.
مثلا اگه بخوایم بیام اکتیویتی هامون رو بهش اساین کنیم و نگه داریم بریم اکتیویتی بعدی اون قبلیه میمونه نکنیم. خب از اونجایی که خیلی خشک داریم حرف میزنیم جان بهداد نیاد بیا برم بالاتر باش این که آبجکت ها موقع ران حالا پروژه قبل اینکه کلاس های دیگه تشکیل بشن بیلد میشه یا موقعی که اولین استفاده ازش انجام میده؟ آبجکت ها همشون لیزی هم. یعنی به محض اینکه اولین فراخوانی رو روشون انجام میدی تازه اون موقع میاد مقدارداریشون میکنه. علت اصلیشون هم اینه که باید یه تفاوتی با ایناما داشته باشن. ایناما اینجوری نیست. ایناما همون لحظه که جی وی ام ران میشه تا جایی که البته یه ذره وابسته است این جمله به کلاس لودر ها. تا جایی که اون کلاس لودر پیدا کرده اینام همه اینام ها رو میاره تو مموری ولی آبجکت ها اینجوری نیستن. آبجکت هایی فقط میان توی مموری که شما یک بار حداقل ازشون به هر نحوی استفاده کرده باشید. این استفاده کردن منظومش اینه که شما رسماً روش مثلا اسمش رو نوشته باشید، یعنی منظورم تو بدنه یه فانکشن یک بار اسمش رو نوشته باشید، همین کافیه. بس مدیریت حافظش دقیقا مثل کلاس ها اتفاق میفته؟ یه بار دیگه میگی؟ میگم بحث مدیریت حافظش دقیقا مثل کلاس ها اتفاق میفته؟ مدیریت حافظه ای نداره، استاتیک میمونه توی حافظه، منتها کی اضافه میشه به حافظه زیر سواله. زمان اضافه شدن زمانیه که شما یک بار ازش استفاده میکنی، بعدش دیگه میمونه تا آخرین زمانی که جی وی ام کیل میشه، یا پروسس شما بهتره بگم پروسس شما کیل میشه. چی گفته؟ ایمپورتش؟ ما یه بار ایمپورت کردیم این اشیالا نکرد حقیقتا نکرد. اگه مثالش هم بخوای کیوان اثباتی یه دونه اپلیکیشن داره، کلاس اپلیکیشنشو بری نگاه کنی مخصوصا اومده روش روی آبجکتش این اشیالا زده که آبجکت سنگینی هم هست، دقیقا به همین دلیل ایمپورتش هم کرده بود ولی جواب نداد. حالا باز میتونم بریم دقیقا ایمپورت کنیم که اصلا کامپایل و آخرین تایپی که از این فانکشن ها میتونیم بسازیم کامپنیان آبجکت ها. اینا همون آبجکت هایی که بیرون تعریف میکردیم با این تفاوت که همراه یک کلاس هم. یعنی چی؟ یعنی این کامپنیان آبجکتی که من اینجا دارم فقط تو بدنه کلاس کلاس ویت کامپنیان آپدیت داره معنی داره ببخشید و خارج از این مفهومی نداره. اینا چجوری هست؟ اینا دقیقا مثل آبجکت های معمولی میان یه دونه خود کاتلین میاد یه دونه اینستنس از این کامپنین آبجکت میسازه، اسمش هم میذاره کامپنین، توی بدنه کلاس وید کامپنین نگهداریش میکنه و وقتی هم که شما میایید روی کلاس وید کامپنین استاتیک فانکشن فرام کامپنین آبجکت رو صدا میزنید در واقع اوتوماتیک اون زیر خودش میاد این فانکشن کال رو میبره روی اون آبجکت. اینا هم نه، اینا نزدیکترین استاتیک هایی هن که ما روی کلاس میگیریم. اما اگه اونایی که کدشون جاوا داره، یعنی هنوز میخوان ارتباط بین کاتلین و جاوا رو نگه دارن، برای اینکه بتونن از این فانکشن استاتیک فانکشن فرام کامپنیان آبجکت به صورت کاملا استاتیک استفاده کنن، بعد اون از جی وی ام استاتیک رو اینجا بزنن. این کاری که میکنه میاد واقعا یه فانکشن استاتیک توی بدنه کلاس ویت کامپنیان تولید میکنه برای زبان جاوا. خب یکی میاد میگه که خب چرا همیشه این جی وی ام استاتیک رو نذاریم؟ به خاطر اینکه فانکشن شما تبدیل به دوتا میشه. ما هم که تو دنیای اندروید به خاطر شیرینکاری دوستان 65000 متد بیشتر نمیتونیم استفاده کنیم. پس نکنید اما. کجا این کامپنین آبجکت ها به کار میرن؟ بهترین استفاده ای که من ازشون سراغ دارم فکتوری متد ها هستن. یعنی شما یه کلاس دارید، نمیخواین براش کلاس فکتوری دیگه درست کنین، میخواین کانستراکتورش رو پرایوت کنید و خودتون برای اون در واقع مصرف کننده یه دونه آبجکت تولید کنید. اینجاست که کامپنیان آبجکت خودش رو نشون میده. همونطوری که میبینید من اومدم یه دونه کرییت اسکوئر زدم، یه دونه ریکتنگل اسکوئر زدم، جفتشون هم کلاس شیپ رو میسازن برمیگردونن و کلاس شیپ به روش‌های متفاوتی که من اون زیر صلاح دیدم موقع نوشتن کلاسم ساخته میشه.
بهترین استفاده‌ای که میگم تو ذهنم بود این بود که نوشتم اینجا. حالا سمپلش هم پایین گذاشتم. آها این جذاب. اون اول اومدیم گفتیم که یه چیزی داریم به نام اینووک. یه فانکشن اینووک تعریف کردیم. گفتیم یه اینووکی همین تو این دنیا وجود داره. کاتلین پر اینووکه. منتها خیلی‌هاش ما اصلا نمی‌بینیم و نمی‌دونیم که اصلا اینووک وجود داره. اول ببینیم اینووک چیه؟ اینووک یه تایپی از یه نوع فانکشن خیلی خاصه که حتی که خود کاتلین به صورت پیش‌فرض تعریف کرده. به صورت قراردادی. ببخشید.